بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران، علاوه بر پوشش اخبار این حادثه، بعضی از رسانه‌های غربی به تبعات این رخداد و تاثیر آن بر روابط جمهوری اسلامی با دولت‌های منطقه و همچنین روند آتش بس در غزه پرداختند. اردوان روزبه گزارش میده. با کشته شدن اسماعیل هنیه در یک حمله که به گفته مقامات داخل ایران هم اصابت یک موشک بوده بدون طرح جزئیات، پس از اولین ساعات گمان زنی ها در رسانه های بین المللی در مورد عواقب این اتفاق آغاز شد، در حالی که واشنگتن پست اشاره میکنه به نقش اسماعیل هنیه در مذاکرات و نظر و توانایی هایی که اون در جریان مالی این گروه داشته، این ابهام رو مطرح میکنه که به هر حال به اندازه‌ای که هنیه حاضر بود در مذاکرات نقش موثرتری برای حل مسئله داشته باشه، یحیی سنوار چنین نقشی رو نداره و تمایل نداره داشته باشه. نیویورک تایمز هم با اشاره به این که دستور با نقل از مقامات داخل جمهوری اسلامی نقل میکنه که دست کم سه مقام تایید کردن که علی خامنه‌ای در صحبت‌هاش بعد از کشته شدن هنیه دستور حمله مستقیم رو به سپاه داده، برخی منابع میگن که جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی‌هایی رو داره می‌کنه برای اینکه بخواد منافع اسرائیل رو در آینده بزنه. اکسیوس همچنین به رغم اینکه بنیامین نتانیاهو مسئله در صحبتاش که ساعتی پیش مطرح شد هیچ اشاره به مسئله کشته شدن اسماعیل هنیه نکرده، اما منافع ایران رو مورد هدف قرار داد و تاکید کرده ضرباتی به اون زده و همچنین به کشته شدن فؤاد شکر اشاره میکنه که یک پیروزی محسوب میشه. اما از اون طرف اکسیوس میگه که قرائن و شواهد نشون میده که مثل خیلی از ترورهای قبلی هم ممکنه که اسرائیل پشت این کار باشه. اما بی بی سی جهانی با اشاره به اینکه روز تلخ پزشکیان روز اول پزشکیان بوده، تاکید میکنه که در واقع این اتفاق تغییر خیلی جدی در شرایط پزشکیان خواهد داشت، به دلیلی که اون آمده برای به نوعی با طرح مسئله ارتباط جهانی و حالا کشته شدن هنیه در تهران در روز اول برای اون میتونه یه روز تلخ و سخت محسوب بشه. همچنین رسانه‌های دیگری هستن مثل نیویورک تایمز که دستور مستقیم رو همونجور که گفتم مطرح کرده و همچنین تغییراتی که الان مطرح میشه در بین عمده رسانه‌ها مسئله مذاکرات پیش رو هستش. ما میدونیم که اسرائیل و حماس در مذاکرات پیاپی قرار داشتن و به نظر میرسه که در نهایت اسماعیل هنیه کسی هستش که میتونه تصمیم گیری داشته باشه برای رسیدن به دست کم یک آتش بس. حالا بسیاری از رسانه‌ها بر این تاکید میکنن که حالا دیگه این شانس وجود نداره و احتمال خیلی زیاد میره که دیگه نباید به مسئله صلح در غزه و حماس فکر کرد. مسئله جانشینی اسماعیل هنیه هم یکی از مباحثی است که بعضی از رسانه‌ها دنبال کردن. اونها خلیل الحی رو، در واقع اگر درست اسمش رو تلفظ کرده باشن، خلیل الحی کسی هستش که پیش بینی میکنن که ممکنه جایگزین اسماعیل هنیه باشه و در نهایت اینکه CNN در گزارش مبسوطی با عنوان اینکه این مذاکرات پیش رو دیگه به یک نخ بنده، تاکید میکنه که با توجه به شرایط موجود و جنگ منطقه‌ای به نظر میاد که حالا کسی نباید به مذاکره فکر بکنه. اینجا من اردوان روزبه در واشنگتن دی سی.